اگر به یاد داشته باشید یا دیده باشید، چند هفته پیش، دو سه شب پیش از برگزاری انتخابات ایران، نوشتاری از من در تارنماهای خارج از کشور به چاپ رسید در نکوهش از شرکت در انتخابات. و پس از اون بسیاری از دوستانی که با من نزدیک هستند، خب گروهی بسیار پشتیبانی کردند، گروهی هم خورده گرفتند که دیدگاه شما درست نیست، به ویژه همیهنانی از درون کشور با نامه های بسیار پر از مهرشون که از دیدگاه های من روی هم رفته پشتیبانی میکنن، گفتن در اینجا با شما زاویه داریم و ما نمیتوانیم در گزینش میان آقای رئیسی و روحانی خاموش بنشینیم و باید در این انتخابات شرکت میکردیم. و احساس کردم که شاید یک توجیهی هم برای شرکت در انتخابات برای خودشون میافتم. من هم همون گونه که در این نوشتار به آگاهی رسوندم، از هواداران تحریم انتخابات در هر شرایطی نبوده و نیستم و در گذشته هم از شرکت در انتخابات پشتیبانی کردم، از جمله در دوره نخست ریاست جمهوری آقای روحانی به این پرداختم که اگر وعده آقای روحانی باشد که به تنش زدایی با غرب میپردازد و این بحران چند دهه ایران رو در مورد غنی‌سازی هسته‌ای با غرب به انجام میرساند و به این معنا تحریم ها رو از فشار تحریم ها رو از مردم ایران برمیدارد، از این راستا باید از این کوشش پشتیبانی کرد، زیرا این کوششی است برای یا گامی است در راه کاستن فشار بر مردم. من هوادار تحریم هوشمند هستم، تحریم های هدفمندی که سران حکومت و یا بنگاه ها و نهادهای حکومتی رو آماج برخورد قرار بدهد، اما هیچگاه هوادار تحریم های کور و گستردهی که دامنگیر زندگی یا زندگی مردم رو مورد تأثیر خودش قرار میدهد نبوده و نیستم. فکر میکنم تحریم ها باید هوشمند باشد و تحریم های هوشمند است که در دنیا کارساز است. بر روی در راستای این موضوع من نوشتاری به چاپ رساندم در نقد به شرکت در انتخابات و در اونجا گفتم که ما یک دوران بسیار مهمی رو آغاز کردیم در ایران و در این راستا در اون زمینه بنیادی که گرفتاری ایران رو با جهان غرب تشکیل میدهد و کشورهای پیرامون ایران، یعنی ادامه ماجراجویی های سیاسی نظامی ایران در کشورهای پیرامون ایران، ما کسی رو در میان کاندیداها نداریم که با جسارت آمده باشد و گفته باشد که من اگر رئیس جمهور بشوم به این دست اندازی ها پایان خواهم داد و سرمایه ایران رو برای پیشبرد پروژه های اجتماعی در ایران به کار خواهم گرفت و برای کاهش تشنج و تنش با دنیا وارد گفتگو با اروپا خواهم شد. اگر چنین کاندیدایی در میان کاندیداها می بود، حتی در قامت ریاست جمهوری اسلامی، من بر این باور می بودم که باید از چنین دیدگاهی در سپهر سیاست تاکتیکی پشتیبانی کرد، ولی ما چنین کاندیدایی نداشتیم، چنین شخصیتی پدیدار نشده. گفتگوی داشتم چند روز پیش با دوست بسیار ارجمندی که چند بار هم با ایشان دیدار کردم و به خانواده ملی مذهبی بیشتر ایشان وابسته هستند. انسان بسیار فرهیخته‌ای هم هستند، آدمی است که من برای ایشان احترام زیاد قائلم و در این گفتگو گله‌مند بودن از من که تو که کلامت در میان بخشی از مردم و به ویژه روشنفکران تأثیر میگذاره، چرا چنین نوشته‌ای رو در آستانه انتخابات منتشر کردی؟ شاید بهتری می بود که می نشستی و پس از انتخابات در بررسی انتخابات نقد خود رو عنوان می کردی. در این انتخابات ما با این گزینش روبرو بودیم که به هر روی آقای روحانی گزینش یا گزینه بهتری از آقای رئیسی و چیزهایی از این دست است.
و از من میخواستن که در این باره با ایشون گفتگو کنم و گفتگوی دراز و بلندی با هم داشتیم که بیگمان ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هم چون از ایران ایشون با من گفتگو میکردن گوش میدادند و یادداشت برمی داشتن. اینجا هم حتما ماموران امنیتی ایالات متحده آمریکا، امروز دیگر شما هیچ سخنی رو در رادیو، تلویزیون، تلفن، ایمیل، توییتر و چیزهای از این دست بدون اینکه دیگران یک نگاهی به کار شما داشته باشند نخواهید توانست انجام بدهید. من هم بی‌محراسی از این زمینه ندارم، چون بر این باور هستم که باید در نهان سخنانی رو گفت یا در شرایط خصوصی سخنانی رو گفت که اگر آشکار شد شما شرمنده نباشید و بتوانید از اون داوری ها پشتیبانی کنید. و این است که برای من روشن است که گفتگوهای تلفنی من مثلا با ایران یا دیگران از سوی دستگاه های امنیتی کشورهای مختلف کنترل می شود و این رو هم بخشی از به هر روی سیاست پذیرفته شده دنیای امروز می دانم و گلمند هم نیستم. بگذاریم، نقد اساسی ایشان این بود که به هر روی مردم ایران بیشتر باورمند به اسلام هستند و ما، یعنی اونها، ما روشنفکران مسلمان، ما اصلاح طلبان دینی، ما ملی مصدقی ها، حالا این رو من میگم ملی مذهبی ها، ما بهتر میتوانیم این مسیر سیاست ایران رو دگرگون کنیم و شما آدم های بسیار سکولاری که بیشتر شما هم بیدین هستین نمیتوانید در سپهر سیاست ایران چندان نقش داشته باشید و این است که باید این فرصت رو به ما بدهید که آرام آرام این دگرگونی رو در ایران به وجود بیاوریم و شاید در آینده شرایطی به وجود بیاید که شما آدمهایی مانند شما هم، یعنی من محمد امینی و آدمهای هم‌اندیشی مانند من که به سکولاریسم باور استوار دارند بتوانند در سپهر سیاست ایران قد برافرازند. این داوری چکیده داوری ایشان بود و در این زمینه حتی میگفتند که میبخشید گرمای زیادی به این جنوب کالیفرنیا رسیده و من فراموش کردم که این تهویه رو روشن کنم. این است که اگر چهره من اندکی عرق کرده به نظر میاد به خاطر تشویش و نگرانی سخنانم نیست، گرمای این اتاق استودیویی است که درش هستم. بر روی این نکته در واقع هم میهن گرامی در این بود که با براندازی و با خشونت نمیتوان در ایران تغییری ایجاد کرد. کاملا من با داوری ایشان همسو هستم. من هوادار گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک حکومت غیر دینی، حکومت دموکراتیک غیر دینی در ایران هستم. من جمهوری خواه هستم و میخواهم این حکومت جمهوری باشد. اما در مورد اینکه آیا کسانی که مثلا طرفدار پادشاهی هستند می توانند عرض اندام کنند و بخواهند که این تغییر به سوی پادشاهی باشد، اون رو باید مردم ایران تصمیم بگیرند و من باور ندارم که مردم ایران به بازگشت پادشاهی در ایران چندان خوشنود باشند. بگذاریم که کاندیدای خیلی جدی هم برای پادشاهی در سپهر سیاست ایران وجود نداره. خب بگذاریم از این موضوع. اما این مسئله که این گذار خشونت آمیز رو چگونه میتوان انجام داد، این یک گرفتاری بزرگی در میان نظریه پردازان سیاسی و آدمهایی که منتقد به این حکومت هستن ایجاد کرده. سخن این هم میهن گرامی با من که زندان حکومت رو هم کشیده این بود که ما به هر روی باید به باورهای مذهبی مردم احترام بگذاریم و آرام آرام این جامعه رو جلو ببریم. این سخن رو چند سال پیش هم آقای کدیور در نوشته‌ای به چاپ رساندند و من به اون نقد کردم. سخن من در واقع این است و نوشتاری رو هم که منتشر کردم بر این پایه استوار است. سیاست اساساً دریافت
لحظه های مهم تاریخ است. یعنی شما در سپهر سیاست به پژوهش تاریخ نمی پردازید، به بررسی روندهای اجتماعی می پردازید، اما سیاست دریافتن اون لحظه هاست که اون لحظه رو باید دریافت. ببینید، جنبش ملی شدن صنعت نفت رو مصدق آغاز نکرد، ولی مصدق در اون بزنگاه تاریخی دریافت که این جنبش به جایی رسیده است که دیگر نمیتوان از راه کوشش برای ترمیم قراردادهای ایران، گفتگوهای اصلاحی برای ادامه پیمان با شرکت نفت ایران و انگلیس کاری رو به جلو برد. باید پای موضوع اصلی رفت و صنعت نفت رو در ایران ملی کرد. این یک درایت تاریخی سیاسی بود که باعث شد که زنده یاد محمد مصدق رهبر این جنبش بشود و تا به امروز هم در میان ما مانده. این کار بزرگ محمد مصدق، جدا از نقد هایی که میتوان هر کسی به او داشته باشد، در بزنگاه‌های تاریخی انسان‌ها یا گروهی از انسان‌ها با رفتار ویژه‌ای می‌توانند سرنوشت جامعه را دگرگون کنند. 15 سال پس از بحرانی که جامعه ایران به دنبال انقلاب مشروطه باش گرفتار شده بود و نتوانسته بود به آرمان‌های مشروطه در اون راستای رایزنی دست بیابد، کودتای 1299 در ایران انجام شد و رضاخانی که درس خوانده هم نبود، سواد چندانی هم نداشت، توانست بسیاری از آدم‌های دیگری که باسوادتر بودند، با دانشتر بودند، کیشومات کند و در سپهر سیاست ایران گام بردارد به سوی نخست وزیری و سرانجام هم پایان دادن به دولت قاجار. چیزی رو که رضا شاه در اون هنگام یا رضاخان اون موقع دریافته بود این بود که جامعه در سودای امنیت، حفظ یک پارچگی و اجرای پروژه توسعه با قدرت است. این رو رضا شاه در اون زمان با درایت، خود رضا شاه هم نبود، با پیرامونیان به ویژه تیمورتاش، این رو دریافتن و در این راه گام برداشتن. من وارد بررسی درست و نادرست این کار نمی شوم. دریافتن شرایط تاریخی تأثیر می گذارد در ماندگاری یا از میان رفتن یک جریان سیاسی. 30 و اندی سال، نزدیک به 40 سال پس از جمهوری اسلامی، حکومت دینی در ایران، ما در جایی ایستاده ایم که در سپهر سیاست جهانی، در سودای براندازی حکومت جمهوری اسلامی هستند، جبهه گسترده‌ای به رهبری دولت آقای ترامپ و گروهی از هواداران دخالت نظامی در ایران که وزیر دفاع آمریکا هم یکی از اونهاست، دولت اسرائیل و جبهه گسترده‌ای از کشورهای عربی به وجود آمده، تا جایی که قطر رو که به این پیمان نپیوسته بود در واقع تحریم کردند و از خود راندند، روابط اقتصادی و سیاسیشون رو با اون، دیپلماتیک خودشون با اون بریدن. یه جبهه بسیار گسترده‌ای به وجود آمده. گروهک‌ها و دسته‌های قومی هم با پول کلانی که پخش می‌شود کمین کردند که در این زمینه بتوانند نقشی ایفا کنند. اینجا اونجا هم آدم‌های به هر حال در امیدوار به آینده سیاسی می‌روند و با این سناتورهای آمریکایی و هواداران جنگ در واقع ملاقات دیدار می‌کنند و امیدوارند در این راستا به جایی برسند. ادعای رسمی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هم در این است که خواهان تغییر آرام سیر دولت در ایران است. البته این تغییر آرام رو ما در ماجرای 28 مرداد دیدیم. در همون زمان یعنی در همزمان با چنین حرکتی، ما با یک جریان نیرومند درگیری با جنبش‌های مذهبی در خاورمیانه روبرو هستیم. جنگی که امروز با القاعده، با داعش و دیگر جریان‌های مذهبی در خاورمیانه وجود دارد، برخوردی که بسیاری از کشورهای عرب به قطر کردند به دلیل پشتیبانی آشکار قطر از جنبش دینی در مصر، اخوان المسلمین، و همچنین از آن سو گرایش دولت ترکیه برای که شاید مذهب رو برای بهره برداری سیاسی در ترکیه زنده بکنه، ما رو با یک دوران خیلی ویژه روبرو کرده. یا
سکولارهای ایران به خود می آیند و یک پیام روشن و آشکار برای گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی رو در برابر مردم قرار می دهند، یا غرب و کشورهای پیرامون ایران به رهبری عربستان و اسرائیل این نسخه رو برای ما خواهند پیچید و این کار رو در برابر ما خواهند نهاد. تردید نداشته باشید. یعنی یا ما باید به عنوان نیروها، شخصیتها، انسانها، روشنفکران سکولار ایران در سودای گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت دموکراتیک و غیر دینی در ایران باشیم، پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر، و یا این نسخه رو به صورت خشونت آمیز با جنگ قومی، با درگیری های نظامی به ما تحمیل خواهند کرد. ما در این گذرگاه و در واقع دوراهی بزرگ تاریخ هستیم. این رو بسیاری از هممیهنان ما در نمی آورد. یعنی هممیهنان که منظورم بیشتر اونهایی که نخبگان و روشنفکران جامعه هستند و رهبران سیاسی یا کسانی که در سیاست دستی دارند. بارها به من میگویند که مردم ایران چنین میخواهند. من ندیدم در هیچ کجای جهان که رهبران سیاسی، روشنفکران و نخبگان جامعه جدا از اینکه آمار بگیرن که مردم کدام شعار به سودشون هست که مطرح کنن، تمام انان خودشون رو به دست توده مردم داده باشند. اگر چنین می بود که در فرانسه آقای مکرون انتخاب نمی شد. اصلا به نظر نمی آمد چنین شخصیتی بتواند در این چهارچوب سیاست چند دهه 100 ساله فرانسه اصلا بازیگر باشه. در این لحظه های مهم تاریخی دریافتن آنچه که یک نخبه سیاسی، رهبر سیاسی، گروه سیاسی، روشنفکر سیاسی، آدم‌های فرهیخته جامعه می‌توانند در برابر مردم بنهند بسیار مهم است. ما این راه رو به این کاروانسرای پر از تباهی و تبهکاری رفتیم در 1356 و 57 هنگامی که آقای خمینی و جنبش اسلامی سر بلند کرد و بسیاری از نخبگان جامعه ایران به درستی به رژیم گذشته ایران منتقد بودند، از جمله کسانی در درون خود همون حکومت انتقاد به رژیم گذشته ایران داشتند، به جای اینکه بیایند و بر سیاست انتقال آرام و رفرم حکومت موجود پافشاری کنند، رفتند پای اینکه از این جنبش انقلابی رادیکالی که سپس رهبری اون رو هم آقای خمینی گرفت از اون پشتیبانی کردن. گفتن مردم این رو میخواهند. افتادن به پشتیبانی از جنبشی که خمینی در رهبری اون بود که شاه باید بره و شاه هم رفت. و پیامد اون چه شد؟ تمام این گروه هایی که گمان میکردند آقای خمینی خواهد آمد و به حجره‌ای در قم خواهد رفت و درس دینی خواهد داد و کناره خواهد گرفت، همه کی شما شدن. عده زیادی از اونها کشته شدند و امروز ما 38-39 سال حکومت دینی در ایران داریم. چون از این سپهر سیاست اون زمان، از اون فرصت تاریخی بهره برداری نادرست کردند و به دنبال مردم افتادند، نه در پیشاپیش مردم. جای اونها، کار اونها باید در این می بود، در جایگاهی باید می ایستادن که هشدار به مردم می دادن که مهم نیست مردم که شما به دلیل باورهای مذهبی افتادید و پشتیبانی می کنید از آیت الله خمینی، ولی پیامد این جنبش اسلامی یک حکومت تبهکار و سیاهی است که بعدها پیش خواهد آمد و دمار از روزگار شما و از مذهب شما در خواهد آورد. نه، افتادن به دنبال اون چون مبارزه با امپریالیسم مطرح بود و نقد به رژیم گذشته ایران و چیزهایی از این دست و که درست هم بود نقد به رژیم گذشته، اما در اون چارچوب انقلابی و رادیکال و براندازی و اعدام افسران و خیلی چیزهای دیگری که از اون پشتیبانی کردن. و چه شد؟ حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت. ما امروز در یک دوراهی بزرگ تاریخی ایستادیم. مشروعیت جمهوری اسلامی پایان رسیده. از زمان جنبش
1388 جنبش سبز شمارش معکوس این حکومت آغاز شده. فساد سرتاپای اندام این حکومت رو فرا گرفته. این حکومت دارای پشتیبان جدی نیست. پایگاه خودش رو در میان مردم از دست داده، تنها به کمک نهادهای بزرگ اقتصادی، گروه‌های مانند سپاه پاسداران و چیزهایی از این دست که در حدود 10-15 نفر از جمعیت 15% جمعیت رو تشکیل میدهند همچنان پای بر جاست. و شوربخت دار که چیزی هم به نام اپوزیسیون با قامت بلند و دارای نفوذ در میان مردم وجود نداره. در چنین شرایطی که این حکومت نه با تلنگری ولی با زور میتواند دگرگون بشود، با زور بدور از کارهای خشونت آمیز، زور منظورم زور اجتماعی است، جنبش اجتماعی است، به جای پرداختن به این موضوع و به جای نشان دادن یک راهکار مستقل به مردم که بلی گذر از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار شدنی است، ما دیگر بنا نیست به نام شرایط خطیر از این بد در مقابل بدتر پشتیبانی بکنیم، به پشتیبانی از یکی از این کاندیداها پرداختند. و در واقع چه کاری رو انجام میدن؟ در این دوراهی بزرگ تاریخ اون راهکاری رو که اون نیروهای متخاصم، نیروهای هوادار دگرگون کردن حکومت از راه خشونت در کمین نشستن به رهبری دولت آقای ترامپ و عربستان و اسرائیل و دیگر کشورهایی که پیرامون ایران هستن، اون راهکار رو در واقع ممکن می سازند. سکولارهای ایران به یک جنبش مستقل، به یک راهکار مستقل در مقابل مردم ایران نیاز دارند. راهکاری که به مردم ایران بگوید که حکومت دینی در ایران نه و دخالت نظامی و تغییر حکومت از راه جنگ و کارهایی مانند تحریم‌های گسترده مانند گذشته و جنگ افروزی‌هایی که می‌توانند انجام بدهند، مانند کارهای تروری که می‌توانند در ایران برانگیزند و کارهای قومی که در ایران به وجود بیاورند، به اون هم نه. ما به یک نگاه سوم مستقل در ایران نیازمندیم، نگاهی که بگوید زمان پایان بخشیدن به حکومت دینی در ایران فرا رسیده. نه کسی رو می‌خواهیم اعدام کنیم، نه خشونت می‌خواهیم ایجاد کنیم. این گذار باید انجام بشود، البته به حساب کارهایی که افراد انجام دادن باید هم رسیدگی بشود، اما این گذار باید از سوی مردم ایران باشد، نه از راه دخالت نظامی ایالات متحده آمریکا و نوکان‌ها مانند کاری که در عراق کردند و هنوز هم درش گرفتار هستند، کاری که در سوریه کردند، کاری که در لیبی کردند و درش هنوز گرفتار هستند. امروز جبهه گسترده‌ای برای تغییر سیاست در ایران، تغییر حکومت در ایران به وجود آمده. و باور کنید هم میهنان گرامی، اینهایی که متحد شدند یک لحظه هم به آینده ایران یک پارچه نگاه نمی کنند، بهایی به اون نمی دهند. برای اونها کافی است که حکومت جمهوری اسلامی رو براندازند، سرنوشت آینده ایران هر چه خواهد بود باشد، همان گونه که در عراق دیدیم، در سوریه دیدیم، در لیبی دیدیم، چه ارزش و اهمیتی برای اونها دارد. به ویژه اینک که ایالات متحده آمریکا توانسته به یک کشور تولید کننده بزرگ نفت تبدیل بشود. خاورمیانه به جان هم بیفتد، چندان مهم نیست. ما باید به این زمینه بیاندیشیم. درایتی که در میان حکومتیان وجود ندارد، در میان کسانی هم که ادعا میکنند اصلاح طلب هستند، سخنی شما نمیبینید، نوشته‌ای در این راستا نمیبینید که به این ماجراجویی ها در خاورمیانه پایان بدهید، بیرون بیایید از این منجلابی که درگیر شده اید و بهانه برای دخالت نظامی در ایران ندهید. از آن سوی هم این جبهه مخالف ایران، براندازی حکومت و دخالت نظامی در ایران آنچنان توانا شده که قطر رو هم مورد حمله قرار میدهد و میخواهد که این دولت کوچک قطر هم با اونها همراه بشود، که خواهد شد، هیچ تردید نداشته باشید. در چنین روزگاری است که باید نخبگان و روشنفکران و فرهیختگان و انسانهای سکولار، انسانهایی که به حکومت غیر دینی میاندیشند، از هر پیشینه‌ای که هستند، از هر تیر و تباری که هستند، به هر گروه سیاسی که وابسته هستند، بتوانند در راه
ارائه یک بدیل خشونت پرهیز به دور از خشونت برای گذار از جمهوری اسلامی یاری برسانند، البته با اختلافایی که در میان خود اونها وجود دارد. عده‌ای می روند و دست به دامن سیاستمداران ایالات متحده آمریکا می شوند و از اونها می خواهند که ما که از همون کاری بر نمیاد، شما این حکومت رو برای ما تغییر بدهید. گمان می کنند که پیامد تغییر و حکومت از سوی این جبهه‌ای که به وجود آمده است در ایران بهتر از تغییرات عراق و سوریه و لیبی و کشورهای دیگر خواهد بود. این درد ماست که باید برش مرهم بگذاریم. این درد رو ما باید مداوا کنیم. درد گذار از جمهوری اسلامی. این است که در این کارزار انتخاباتی من با روشنی و صراحت گفتم نباید در این کارزار شرکت کرد. باید راهکار گذار از این حکومت رو به مردم نشان داد. اعلام کرد که ما هم هستیم. تنها غرب و عربستان و اسرائیل نیست که خواهان دگرگون کردن حکومت در ایران به سود منافع خودشون هستند. ما هم صدای مردم ایران هستیم که از این بلای 30 ساله واقعا به جان آمده ایم و میخواهیم تغییر بکند. و این تغییر میتواند تغییر منطقی، تغییر اصولی، تغییر بدون خونریزی، بدون گرفتاری های بزرگ باشد، با جنبش نیرومند اجتماعی. برای اینکه ما لیاقت دسترسی پوزش میخوام، دسترسی به دموکراسی رو در ایران داریم. ما نباید میان دو گزینه، یک حکومت فرومایه قرون وسطایی تبعیض‌گرا که حتی تیم ایران که به بازی جام جهانی هم راه مییابد میگوید که این از صدقه سر اسلام است ولی زن ایرانی نمیتواند در استادیوم شرکت کند، ما با چنین حکومت تبعیض‌گرایی روبرو هستیم. چرا باید گزینه ما میان این باشد و یا دخالت نظامی کشورهای بزرگ جهان یا به رهبری دولت کنونی ایالات متحده آمریکا و در پیشاپیش اونها عربستان و اسرائیل و دیگر کشورهای پیرامون ما؟ چرا تنها گزینه ما باید این باشد؟ یا این حکومت بماند یا کشورهای دیگر بیایند و از راه‌های خشونت‌آمیز دگرگونی در ایران ایجاد کنند؟ چرا ما نمیتوانیم یک راه سومی رو در میان مردم ایران بگذاریم؟ تمام پیام انتخابات من یا عدم شرکت در انتخابات در این بود. این زمان فرا رسیده و باید با این نگاه درست در مقابل مردم ایران سربلند برای آینده بیرون آمد. اجازه بدهید که به ترانه‌ای که مانند همیشه آقای مشکینیار با سلیقه‌ای بسیار خوب برمی‌گزینند نگاه کنیم و من هم از این حرارت اندکی پایین بیایم و بخش دوم برنامه رو با شما پیگیری کنم.
دست و نور افشان به تو بستم من پیمان مرغت مولا جانم مرغت چون پیمانم جاویدان ایران من با تو تنید جان من گوهر نشان ایران من نهرت به دل ها پای دار ایران اغ بستان من باشد که جان بر کف همی تو ری تابان من برایت از جانم گذرم